بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حکومت دي رسانه و دي مرکز مشرطابه و قدرمن و غلو معزز و والي سيبان و دي رسانه استاز و طول هزار. السلام عليكم و رحمت الله و بركات. مننکم دي رسانه و دي استاز و دي حکومت دي رسانه و دي مرکز خچه مختلف دا پرسط را پا برخه کتر چو دي غزنی دي ولد و دي غزنی دي ولسون و دي هرارخیز وضعیت پرده دی مطبوعات دلاره هوادوالو تا معلومات ورکو. دا چه امنیت دی ولس و دی دولت اولویت دی نو غارم پا لومنه قدمه که چه پا غزنی ولایت که مود امنیت پا برخه که پا روان کال که خیل آسترارانی لرو تاست مختصران معلومات ترکم. دوستان دی کال دی آغاز سخه ترده محال پا غزنی که زیاد کماندو هوایی او زمینی عملیات اجرا شویدی، دخمن تا قوی تلفات آوختی دی، دی مبالغی پرتا به حدود شپار سو کسی که ترورستان داخلی و خارجی اتبا دی او پندوسو سرگروپان پا گردون بانده وجل شویدی. همدغس زخمیان دی دو سو شپیتوب شاوخا که زخمیان لری تقریبا 15 سالوی کسانی چی 15 سرگروپان و دا اسیر نیول شویدی. دی دغه موفق و معصر و عملیات و نتیجه وای چی پا غزنی که دری ول سوالی چی عبارت دی دیک، خوجمری او جغتو چخه دی. دی جدی مقاومت پرتا دی دولت لاست اول ویدی چی دی تیرو کالو پا جریان که متاسفانه دخمنانو پلاس که بی. هم دغه سه دی موگ دی پینزو ول سوالی مواصلاتی لار چه دی دره قیاق چخواه تیریگی چه جاغوری، مالستان، ناور، جغتو، رشیدان ده خلق تقریبا دی محاصره پا حالت کیو. هقلار چه دیگه ولسوالای تا غزدل و پیغی باندی دخمن تسلط ترلودا. نن خوشبختانه هقلار دی دخمن دی تسلط و تسلط چخواه خلاصش و پیغی که اوه قوی امنیتی بیزون ایجاد شول او دی موگ هقا وطنوال چه پی دیگه ولسوالای که میشتو پا اسانه بانده تگ را تک کبی. همده قصی انشالله ده نور و لسواله و ده تصرف و ده دخمنان و ده زپل و بخاطر عملیات رواندی. پا چنگ ده که ده غزنی زابل شاراش تاست بهتر معلومه و چه دخمنان و پیغیز که چکپانتون درلو دل سرک تبراواتل حتی ده گمرک یا ده مالیه پنامه بده خلکو نده اراده جات و نخوازهی که ولی هغه ټول د منځه یوړه شول. په دې مسیر باندې هم یو تعداد بیزونه ایجاد شوي دي او د نورو بیزو د ایجاد کار هم روان دی. انشاءالله موږ ولسونو ته د افغانستان خلکو ته غزنیوالو ته اطمینان ورکوو چې دغه عملیات به دوام ولري تر څو پورې چې د دښمن ځالې په مکمله توګه ورانې شوي وي. ولې دومره اطمینان درکوم چې په غزنی کې نن دښمن د دې توانمندي نه لري چې د افغانستان د مسلحو امنیتی ځواکونو په مقابل کې نیم ساعت مقاومت په کومه نقطه کې وکړي. دوهمه موضوع دوستان د حکومتدارۍ ده. د حکومتدارۍ په برخه کې د اصلاحاتو په برخه کې د فساد مخنیوي دپاره هم په غزنی کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي. هغه څه چې د موږ دپاره او د حکومتدارۍ یو اصل جوړوي چې مشارکت د خلکو دی او هغه فاصله چې د دولت او ولس تر منځ ایجاد شوی و د دې د منځه وړل دي لله الحمد پیغې کې کاملا تغییرات راغلي دي. نن ولسونه د مالکیت احساس کا په ټولو مسایلو کې دوی ته د مشارکت او د نظر حق ورکړل شوی دی. د دوی مشورې اخیستل کیږي. هغه اصلاحات چې په ادارو کې رامنځته شوي دي تقریبا صرف په عدلي ارګانونو کې موږ 15 کسه څارنوالان تغییر او تبدیل کړي دي چې د دغه په دغه تغییر او تبدیل سره د موږ په عدلي ادارو باندې د خلکو باور زیات شوی دی. خلک خوښ کاری شکایتونه د خلکو تر ډېره حده پورې کم شوي دي او انشاءالله نور به هم دغه لړۍ دوام ولري. په انکشافي برخه کې په غزنی کې لوی وړې او متوسطې تقریبا 800 شاخه کې پروژې ته کار لاندې دي. ځینې تکمیل شوې، ځینې د تطبیق په حالت کې دي او ځینې کارونه نوی آغاز کیږي چې البته په دې کې لوی پروژه پرزن حوزوي روغتون د غزنی په سطح ته کار لاندې دی.
جنو ولسوالیو ته غزلی ل سرکونو باندې کار کیږي کوچنی پروژه د ملی پای جنو مکاتبو باندې کار روان دی د ولسی تړون د برنامه پروژه هم ته کارلون دي نه په مجموع کې د هغه پروژه دي چې په غزنی کې کار پکېږي د دغه پروژه په تطبیق سره د خلکو په اقتصادي وضعیت کې تغییرات راغلي دي خلکو ته پرسته کار پیدا شوی دی او زمنان خلک خوښ دي یعنی تقریبا د حکومت او د ولسو ترمنځ فاصله لنده شوې ده ولسونه په زیاته پیمانه مراجعه کو او تقریبا په طول د سه کال که د ما سخنگوی دلته ناسته ویان موږ د اتو سو په شاخو کې د ولس سره وړې او غټې ناستې درلودې یعنی دا هغه ثبوت هغه څه دی چې ولسونه په خپل نظام باندې باورمند دي دوی مراجعه دي دوی علاقمند دي د نظام سره دا ثابتوي چې دوی په نظام باندې باور لري د پروژو تفصیل ته کولای شم فکر کوم ډېر وخت به هم ضایع شي خو په دې پروژو کې پول شته پلچک شته فرضاً مکتب شته سرک شته کلینیک شته او دې ته ورته استنادي دیوالونه شته واړه واړه بندونه د اوبو د آبیارۍ دپاره شته دي په لوی بند سلطان باندې هم کار روان دی په یو قسمت باندې دغه د موږ انکشافي پروژې دي چې په غزني کې ته هغه لاندې دي آخري خبره به د پوهنې او د لوړو زده کړو په برخه کې ده لیلا الهام په غزنی ولایت کې دوه دولتي پانتونونه موجود دي چې یو د غزنی پانتون دی یو د غزنی تخنیکي پانتون دی او څلور دولتي انستیتیوتونه دي او په څنګ د دې کې تقریبا شپږ سوه او پنځوس مکاتب ابتدایه متوسطه او لیسه دا ټولې فعالې دي دروازې د متعلمینو په مخ خلاصې دي عملا استادان په ټولو مکاتبو کې حضور لري په څنګ د دې کې څلور خصوصي پانتونونه هم فعالیت کوي او اوه خصوصی دینی مال روزدک رو انستیتوتون هم فعالیت کو تقریبا شپخ پنزوز خصوصی خوانزی پا غزنی که فعالیت کو چه دا مختدیده امید را بخی امید را کوی چه انشالا دیمو خلکو دیمو ولسونو تعلیم تمخه کرده او انشالا پا تعلیم سر را بده دیواتل نه جهل و نادانی و جنگ و دغب ناخال انشالا ور کیگی او زمنان د دوی د پاره یو پرسات برابر شوی دی ته د مو اطفال د مو ځوانان د تعلیم او د تحصیل څخه به برخه نشي دغه مختصر د غزنی وضعیت او استاس دوستان سره مشارکو کوچک سوال لري زاماده این چې سوال ته جواب درک منن شکر بسیار بسم الله الرحمن الرحیم جناب والی صاحبا همکارای بخش مطبوعات ما که در پارلمان بودیم ژورنالیست‌ها را همکارا میگفتیم چون که خودمون روزگاری در روزگار شما بودیم تشکر از همکارای بخش مطبوعاتی یا دفتر ارتباطات ارگانهای محل که یک فرصت را مساعد ساختن ما به عنوان یک جوان افغان از کنار شما سخت‌ترین ماموریت روی زمین قبول کردم فاریاب یکی از ناامن‌ترین ولایت افغانستان بود و یکی از پرجنجال‌ترین از نظر سیاسی بود مظاهرات به سطح گستردهش که تبعات مظاهره ولایت‌های شمال و شمال شرقی را فرا گرفته بود در اوجا همه چیز با آتش می‌سوخت ما در اوجا این ماموریت را قبول کردم حالا از او روز تا این روز که شما صحبت میکنیم وضعیت بسیار تغییر کرده از نظر حکومت داری والی های قبلی قماندان های امنیه قبلی در می 18 سال گذشته یا 17 سال گذشته نقش سکرتر یا بادیگارد زورمندار را بازی میکردن والی سکرتر قماندان ها بود اوجه و اوجه به نام حکمت بود و ما اختیارش در دست زورمنده و قلدرا بود دیگه در وجه حکمت موازی باقی نمانده و قانون بالای همه تطبیق میشه و هیچ کسی که قتل میکنه جنایت میکنه برش پناهگاه دیگه وجود نداره در مکه در وجه رفتم
رئیس یک حکومت مردانه بودم، حضور زنان وجود نداشت. حالا که امیل از با شما صحبت میکنیم، در ظرف 16 ماه در حدود 400 زن در ادارات حکومتی شامل وظیفه شدند و 1000 جوان شامل ادارات وظیفه شدند. یا در ریاست ما از دست این بزرگا خلاص شد، نسل جوان در اوجه به اساس رقابت شامل وظیفه شدند و او ریاست ها را کارایش را پیش میبرند. در اوجه شهر میمنه با وجود که مشکلات امنیتی سرش میم، مهاجرین در اوجه به جاشلا زیاد شده، اما یکی از بهترین شهرهای افغانستان است از نظر امنیت، از نظر کاروبار. و حالا فاریاب و جنگ زده به او مرحله رسیده که دخترایش بایسکل دوانی میکنه، مسابقات بایسکل میتره، در تمرینایشان از طرف شب در داخل جاده ها که در اوجه یک رویا بود این مسائل، در اوجه ورزش میکنه و در بخش های مختلف. مبارزه با فساد به حد آخرش روان است. حتی بر تعینات یک معلم هم اوجه معاش گرفته میشد. حکومت بسیار مقتدر است و هیچ حزب یا جریان سیاسی یا یک فرد بالای حکومت نمیتونه گپش بقبولانه و حکومت مال هیچ کس نیست جز قانون. و مامورین ما در هیچ از مسائل سیاسی در اوجه اونا نمیپردازن و حکومت هم محبوبیتش هم جایگاهش و هم حمایتش در اوجه پیدا کرده. در سایر بخش ها هم ما پیشرفت های بسیار زیاد داشتیم. ولایت فاریاب ولایت درجه اول شد، امتیازاتش یکی پی دیگه میرسن و در اوجه برابر چندین سال در اوجه پروژه ها افزایش پیدا کرده. پای آلمانی ها هم در این زکیه ها در اوجه کشاندیم که همین لحظه 16 پروژه کوچک از اینا در حال تطبیق است از طریق جایزید. ما در اوجه بیجا شده ها، سیلاب زده ها که عمق سیلاب هم اوجه بود، خوش سالی ها که عمق خوش سالی هم در افغانستان در اوجه بود، ما با موجی از بیجا شده ها مواجه بودیم که ما تانستیم کمک های بسیار کلان در اوجه هم از طریق حکومت افغانستان و هم از طریق مؤسسات انجام بدیم. سابق در اوجه گندم متربست توزیع میشد که قماندان ها بینم میره میگرفتن خیزش ها و اینا، و حالا گندم بوجی بست توزیع میشه. و در اوجه همیل از اکت شما صحبت میکنم، ده ها پروژه در حال تطبیق است. تنها یک مثال میتونم که تنها پوهنتون برای این سال 240 میلیون افغانی بودجه داشت برای اعمار تعمیر پوهنزه ها، دانشکده ها و همچنان جمنازی هم و بخش هایی که در یک پوهنتون نیاز است. شما متو قیاس برین در هر ریاست یا در هر بخش ما پروژه داشتیم. این پروژه ها در اوجه بخاطر که یک سلسله جنجال های سیاسی را سپرده بود، بخاطر که اعتماد مردم حکومت افغانستان به دست بگیره، یک توجه فوق العاده شخص جلالت نائب رئیس جمهور در اوجه داشتن. ما همه شما را دعوت میکنم که بین پروازهای کامیار هست، یک ساعت راه است، بین ما اوجا مردم فاریاب مثل هر گوشه افغانستان مهمان نواز هستن، مهمانداری میکنن. در بخش امنیت فاریاب ناامن‌ترین ولایت بود. در 6 ماه اول ما بدترین جنگ‌ها را سپری کردیم، بسیار جوانای ما قربانی شد. حالا در این 6 ماه گذشته دشمن نتونسته یک پوسته را هم بگیره. برعکس، ما ولسوالی بلچراغ آزاد ساختیم، بخشای زیادی چندین قریه را در ولسوالی پشتونکوس آزاد ساختیم. تیم حمایت قاطی آمریکایی‌ها در اوجه حضور دارن و طالب هر روز ضربه می‌بینه و ما ارقامش هم لازم نمی‌بینم. دیگه بدترین و جنگجوترین طالبا در شمال افغانستان در فاریاب می باشن و ما همون تو تلفات هم یاد داشتن. و در این اواخر یک نگرانی کلان برای ما پیدا شده که اتباع خارجی که در یک سال اخیر فاریاب را ترک کرده بودن و استراتژی طالبا همی بود که شما دورتر برین عملات بالای ما بیشتر میشه، در این اواخر راپرایی که امنیتی را تایید میکنن نهادهای کشفی و استخباراتی در اوجا اتباع بیشتر شده. همین لحظه که شما صحبت میکنم بسیار دقیق بچه طاهر یلداش رهبر تحریک ازبکستان در یکی از قریه های ولسوالی المارس به نام عبدالعزیز نام داره و در دو هفته اخیر
40 فامیل از اتباعی خارجی که بیشترش ازبکستانی است، از کشورهای دیگه هم است که مصلحت همی بوده که ما باید نام کشورها را نبرم. و در یک حمله هوایی که در گرجیان هفته پیش صورت گرفت، دو اتباعی خارجی که غیر ازبکستانی هستند کشته شدند که در اونجا اسنادش موجود است، این نشان میده که اتباعی دیگر کشورها هم در اینجا هستند، با فامیل هایشان آمدند در اولسوالی های المار، در گرجیان و در کوهستان. و در کوهستان اینا آزادتر کار میکنن، اما اینا فعلا در چارچوب طالب هستن، اما اینا هیچ نوع علاقمندی برای با در کنار طالب ندارن. اینا هم فکرای دایش خود پیش میبرن. اینا با بعضی از فرماندهان طالبا، خصوصا ازبکستانی از اینا همزبانی داره، برای از اینا پول میده، امکانات میده، زیر چتر از او حمایت میشه. و یک بار یکی از گروپ های دیگه از طالب ها اینا را بسته کرده بودن، پس اونا رها ساختن. این اینا در بین طالب کار میکنن. اینا با آمدن از اینا جنگ ها شدت بخشیده، تکتیر اندازه را یا آموزش میتن، ماین ها را یا آموزش میتن، آل طالب ها سلاح سقیل پیدا کرده، هاوان پرتاب هاوان اینا را کلش اینا هم آموزش میتن و یک نگرانی کلان بر ما هست. با وجود جنگ ها ما در 3 ماه اخیر یا 4 ماه اخیر یا بگیریم 6 ماه اخیر که یک عالم مشکلات امنیتی داریم، اما از هر ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان امن‌تر بودیم و بهتر بودیم. و این موجی از جنگ ها در ولایت های دیگر رفت، ما در فاریاب شاهد نبودیم. در بخش های دیگه هم پیشرفت ها وجود داره. فکر کنم که تایم ما پوره شده. در پارلمان هم میگفت که یک دقیقه بعد می خبرها ما باید صحبت بتیم. با سوال ها باشم و در خدمت هستم. تشکر. تشکر والی صاحب، بسیار زیاد تشکر. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضران گرامی در این تالار، خدمت والی صاحب محترم، همکاران عزیز ما و همچنان همکاران رسانه‌ای ما و تمامی اهل مطبوعات و رسانه. در ارتباط به موضوعاتی که لازم می‌بینم در از بامیان صحبت کنم و در مورد بامیان صحبت کنم، خوشبختانه بامیان یکی از ولایت‌های امن افغانستان هست و هیچ گونه نگرانی امنیتی در محدوده و جغرافیای بامیان ما نداریم، هرچند که مرز بامیان و بغلان گهگداری ناامن می شود و یک تهدید هست. ولسوالی تالا برفک مربوط به ولایت بغلان یکی از ولسوالی های ناامن بغلان هست، اما از دید خود بغلان و شاید امن باشه. از اونجا طالبا به صورت دوامدار یک سری تهدیدات را متوجه بامیان می کند، اما در مجموع بامیان یکی از ولایت های امن افغانستان هست. اما نگرانی و تشویش همیشگی مردم بامیان و مردمان مناطق مرکزی و هزارآجات از دو مسیر منتهی به بامیان هست. بدبختانه میدان وردک یکی از راه‌های منتهی به بامیان، به خصوص ساحه جلریز، ناامن است و همیشه موجب فاجعه و خشونت می شود و موجب قتل و وحشت می شود. و همچنان مسیر دره قربان گهگدار ناامن می شود و این مهمترین تشویش و نگرانی مردم بامیان و مناطق مرکزی در ارتباط به مسائل امنیتی است. بامیان سالانه بیشترین رویدادهای فرهنگی است. ما در هر سال حداقل 15-16 مورد جشنواره ها را داریم و کلانترین جشنواره های ما جشنواره گل کچالو، جشنواره دنبوره، جشنواره راه ابریشم، فستیوال فیلم بامیان و مسابقه ماراتون که 20 روز پیش برگزار شد و در اونجا بیشتر از 13 کشور اشتراک کننده داشتیم و 500 نفر در این ماراتون اشتراک کرده بود به طول 42.5 کیلومتر که مجموعی اطراف بند امیر را مسافه تعیین کرده بود و از این 500 نفر بیشتر از نصفش از زنان و دختران بودن، دختران جوان اشتراک کردن. این کلانترین افتخار وطن ما، افتخار در افغانستان هست. بیشترین رویدادهای فرهنگی را در اونجا ما داریم. جشنواره دنبوره با اشتراک بیشتر از 30,000
انسان 30,000 جوان دختر و پسر در پیش روی بودا برگزار شد و در فضای باز تنها امکان برگزاری یک محفل فرهنگی و موسیقی در افغانستان در یک فضای باز تنها امکانش در بامیان هست. فکر کنم در خیلی جاها به دلیل نگرانی های امنیتی و تشویش های زیاد امنیتی برگزار نمیشه. افتخار وطن ماست و از رهگذر همین رویدادها و محافل و برنامه های فرهنگی و فستیوال های گوناگون ما در طول 4 سال گذشته تانستیم که بیشترین بازدید کننده را پایش در بامیان بکشانیم و یک تحول مثبت هست. تا سال 1394 مجموع آمار بازدید کنندگان از بامیان و بند امیر به 20,000 نفر می رسیده، اما خوشبختانه در طول 4 سال، سالهای 95، 96، 97 و 98 امسال، ما به ترتیب بیشترین بازدید کننده را در سال 96 داشتیم که 350,000 بازدید کننده بوده و سال گذشته متاسفانه به دلیل ناامن شدن مسیر جلریز در فصل بهار یک قدر گراف پایین آمد، 150,000 بازدید کننده داشتیم و امسال تا الهزه را 220,000 بازدید کننده یا توریست داخلی ما از بند امیر و بامیان داشتیم و در مجموع این رویدادهای فرهنگی، برنامه‌های فرهنگی موجب جذب توریسم و تحول میشه و صنعت توریسم طوری که خود شما میدانین یکی از پردرآمدترین صنعت‌ها در جهان هست، دومین صنعت پردرآمد بعد از نفت در سطح جهان هست. ایمیج عمومی افغانستان اگر تغییر کند، افغانستان و ولایات تاریخی و باستانیش از جمله بامیان یکی از مقاصد عمده و مهم توریستی و گردشگری در سطح جهان بوده می تواند و ما برای چنین ایده و آرزوی و برای تحقق چنین ایده و آرزوی تلاش می کنیم. در بخش زراعت بامیان می تواند ظرفیتی را دارد که یکی از ولایت های تولید تخم باشد، یکی از مراکز عمده و مهم تولید تخم باشد. امسال 380,000 متریک تن کچالو بامیان تولید کرده است و ای در مجموع یک 1% بلند پیشرفت را و تحول را نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته 25% ما پیشرفت و پروگرس داشتیم و نسبت به سال گذشته 25% پیشرفت یک علامت مثبت هست. هرچند که تأکید میکنم با تأسف مارکت مشخصی بیرون از افغانستان کچالوی بامیان ندارد، ولی تا این لحظه را مفاد دهقان 100% بوده است. از 110 افغانی شروع تا 80 افغانی فی سیر کچالو وقتی که فروخته می شود به اساس برآورد وزارت محترم زراعت و ریاست زراعت در بامیان فی سیر کچالو برای دهقان 50 افغانی تمام شده. از 50 افغانی هرچی که بالا می فروشه و اما اوسطش اگه 100 افغانی فروخته شد معنیشی که 100% دهقان مفاد داشته. این خوب است، به نفع تحول اقتصادی وطن ما هست. و همچنان در بخش معارف تحصیلات عالی 4 سال قبل بامیان از 6 پانزدهی که پانتون بامیان داره 3 دارای تعمیر بود، اما امروز صرف 1 پانزدهی تازه احداث شرایط که دارای تعمیر نیست، دیگه همش برسیش در طول 4 سال ما تعمیر ساختیم. مهمتر از اینا سال اول که در اونجا ما رفته بودیم 1 مورد لیلی هم وجود نداشت، به خصوص لیلی دخترانه. کلانترین لیلی دخترانه به ارزش 100 میلیون افغانی در پانتون بامیان احداث شده است و 2 لیلی پسرانه هم بلحظه از کمک های کشور دوست هند در اونجا تحت کار هست. در بخش معارف هم ما 47 از
1,45,761 شاگرد تعلیمات عمومی معارف 47% را دختران تشکیل میده و در این بخش یک تحول مثبت دیگر این است که در طول 4 سال ما بخش سواد آموزی ما 3 سال میشه که در سطح افغانستان بامیان اول هست، مقام اول را کسب کرده و 20,000 سواد آموزی که داریم 80% چرا زنان تشکیل میده و یک تحول عمدتا سواد آموزا از افراد کلان سن تشکیل میشه و این 80%ش وقتی که دخت زنان هست از طبقه اناس هست یک تحول در افغانستان هست و بامیان ظرفیت گردشگری بلند را دارد و به دلیل اینکه یکی از ولایت های امن افغانستان هست بیشترین رویدادهای فرهنگی را ما داشتیم و بامیان شاهد حضور چهرهای دیپلماتیک و بین المللی زیاد هست، سفرا، مقامات ارشد و امسال نماینده چه معاون سرمنشی ملل متحد در بامیان تشریف آوردن خانم آمنه محمد و اینها همه و همه میتونه که یک تصویر متفاوت تر را نسبت به ولایت های ناامن ما به جهان مخابره کنه و یک چهره مثبت را از افغانستان به نمایش بگذارد. تشکر. اگر سوال بود هم در خدمت است.